درود و وقت شما بخیر. در ماه‌های اخیر حملات تحریک طالبان پاکستان در شهرهای مختلف این کشور از جمله ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان افزایش یافته و این گروه به تهدید بزرگ علیه دولت پاکستان تبدیل شده است. اینجا آقای حسین یاسا، پژوهشگر و کارشناس سیاسی با ما است تا در مورد این تهدید در دولت پاکستان بیشتر بحث کنیم. جناب آقای یاسا، اخیراً هیئتی از مقام‌های ارشد امنیتی پاکستان به افغانستان سفر کردند و حمله هم در خود صورت گرفت که گفته شد فرماندهان تی تی پی در آنجا کشته شدند. آیا فکر می‌کنید این همه تحولات و فشارهای دولت پاکستان طالبان افغان را وادار به همکاری با دولت پاکستان برای مهار تهدید تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان خواهد ساخت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکنم که طوری که شما در خبرها هم دیدین که او مسافرت هیئت بلندرتبه پاکستان متشکل از وزیر دفاع و رئیس استخبارات ISI پاکستان و همچنین صادق خان که نماینده ویژه صدر اعظم یا حکومت پاکستان در امور افغانستان است، زیاد ملایم نبوده و هیچ کس نگفته که مسافرت از اونا بسیار موفقانه بوده. بنان گفته میشه که دیدگاه ها در مورد چگونگی برخورد به طالبان پاکستانی بین حکومت پاکستان و طالبا یکسان نیست، تفاوت های زیاد دیده میشه. پس از سفر هیئت مقامات امنیتی پاکستان به کابل، برخی از رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی در دولت پاکستان خبر دادند که طالبان افغان در این ملاقات از هیئت پاکستانی خواهان دریافت پول برای خلع سلاح و مبارزه علیه تحریک طالبان پاکستان شدند. آیا فکر میکنید طالبان افغان در ازای دریافت پول علیه متحد دیرینی خود که تحریک طالبان پاکستان هست اقدام کنند؟ فکر نمیکنم. من به این مسئله باور ندارم، بلکه ما جنبه های عقیدتی از این مسئله را بیشتر قوی تر میدانم و اگر شما دیاد شما باشه این بار اول نیست، بلکه اگر طالبات در مقابل پول یا امتیازات دیگه سیاسی کار را میکردن در زمانی که امریکا تقاضا کرده بودن از اونا که اسامه بن لادن به مقابل بدین، در سال 2001 اینا این کار را میکردن. مسئله بزرگتر از او است که شما فکر میکنید. یعنی به اعتقاد شما نزدیکی فکری میان تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغان به حدی است که حتی اگر موجودیت تحریک طالبان پاکستان در افغانستان منجر به تهدید و تضعیف رژیم طالبان افغان شود، طالبان افغان حاضر نیست علیه متحد دیرینی خود اقدام بکنند؟ شما درست فرمودین. در این مسئله من فکر میکنم که همین دو مقوله استفاده میشه عموما، که ابزارسازی مذهب در خدمت سیاست یا instrumentalization of religion میگوره، یا یه که ابزارسازی سیاست در خدمت مذهب. من فکر میکنم که طالبا از او دسته دومیش هستن. اینها یک گروه بسیار بسیط ایدئولوژیکی هستن و سیاست فقط به ایسی ابزار استفاده میکنه. اونا هیچ کاری نمیکنه که متضاد یا در تصادم با امو عقاید اساسی از اونا باشه. در چنین شرایطی که طالبان افغان متحد دیرینه طالبان پاکستان حاضر نیست با دولت مستقر در اسلام آباد برای مهار تهدید علیه پاکستان اقدام کنه و همکاری بکنه، دولت پاکستان در حالی که درگیر مسائل اقتصادی و بقیه گروه های نظامی هم هست از اون ارتش آزادخواه بلوچستان، چه ابزارهایی برای مهار تهدید تحریک طالبان پاکستان در اختیار داره؟ من فکر میکنم نظام پاکستان اساسا یک نظام تولرانت است، یعنی یک نظامی است بسیار واکنش پذیر که این سیاست اونا از انگلیس ها با میراث گرفتن، یعنی بسیار احساساتی عمل نمی کنن. اما چیزی که طالبان تقاضا دارن تقاضای بسیار سخت است که پاکستان به او پاسخ بگوید. مثلا اونا میگن که باید اونمو حیثیت قبایل نیمه خود مختار هفتگانه رو باید احیا شود در پاکستان، احیا بکنه در پاکستان دیگه. او فکر میکنم بعد از تعدیل 25 تعدیل قانون اساسی پاکستان که 2018 مای 2018 صورت گرفته بود، او برگشت ناپذیر است، به خاطر از اینکه پاکستان فعلا در او وضعیتی نیست که قانون اساسی را تا
تعدیل بکنه. برای تعدیل قانون اساسی تقریبا 2 ثلث اکثریت پارلمان کار است که فعلا هیچ کس در اختیار نداره، یک، و پاکستان اراده زور هم نداره که فاتا یا پاتا، یعنی باز مناطق ایالت خیبر پختونخوا فاتا گفته می شود که او ذات معروف بود به نام امی 7 قبایل نیمه خود مختار، و پاتا یعنی مناطق دیگه هم مرز با او فاتا بود، یعنی هم مرز با مناطق اونمو 7 قبایل نیمه خود مختار که در اونجا هم هیچ گونه یعنی عمل کردی تکنینی ایالت خیبر پختونخوا در اونجا تطبیق نمی شود. بعد از این تعدیل کل کیش آمده در داخل یک واحد، یعنی یک ایالت خیبر پختونخوا، یعنی یک اداره است فعلا. طالبان تقاضا داره که اونا باید حیثیت اینمی مناطق که قبلا بود قبل از تعدیل 25 پس احیا شد و کوی امکان نداره، یک. دویمیه که طالبای پاکستانی میگن که نیروهای پاکستان از اون چه باید که خارج شون از اون مناطقه، که او هم یک خواستی فکر میکنم بسیار بلند پروازانه است که اردو خواست قابل قبول نیست برای پاکستانی اگر به اساسی ده اینمی است، یعنی طالبای پاکستانی ها میخواید در بخشی از پاکستان بدون مزاحمت حاکمیت پیدا بکنه و بخش دیگه زور باز با متحدین دیگه که در مناطق دیگه پاکستان داره در اونجا نفوذ بکنه و آیستا آیستا در اون مناطق هم یعنی تسلط پیدا بکنه. پاکستان یک کشوری است که بالای 220 میلیون جمعیت داره، حتی همی ایالت خیبر پختونخوا بالای 35 میلیون جمعیت داره، و او مناطقی که اگر همی فاتر هم حساب بکنید در مجموع شاید ممکنه که 1/3 از او جمعیت کل خیبر پختونخوا نشود. خب بنان مناطق بزرگ دیگه ای در پاکستان است که اونا با او شیوه ای که طالبان فعلا در افغانستان حکومت میکنه یا اونا میخواین که در پاکستان حکومت، با او موافق نیستن. پاکستان یک کشور بزرگه، بس پاکستان برعکس افغانستان نهادهای بسیار زیاد قوی داره. فعلا طالبای پاکستانی ممکن است یک چالش جدی برای کل نیروهای مسلح پاکستان باشه یا برای نظام سیاسی پاکستان باشه، اما من باور می کنم که تهدیدی به اون صورت نیست که اونا یک روز بیای همه بسته نظام پاکستان ساقط بکنه و باز در اسلام آباد اونمو رقم یک بیرق سفید دیگر بالا بکنه، در او باور ندارم. پس در چنین شرایطی به اعتقاد شما آیا امکان حذف کاملی تحریک طالبان پاکستان با عنوان یک تهدیدی روبروش علیه دولت این کشور وجود داره؟ ببینین در بین فامیده ایت میشه که در بین حکومت پاکستان و طالبای پاکستانی یعنی وجوهات مشترک بسیار کم است، یعنی زمینه هایی که گفتگو در او بر اساس از او صورت بگیره فکر میکنم بسیار زیاد کم است. بالاخره گپ در ایخن کشک میرسه و باور میه که حکومت پاکستان با او بافت اجتماعی پاکستان، با او نظامی که در پاکستان حاکمه، در مقابل ای خواست طالبا یا خواستای طالبا تمکین نمیکنه و بالاخره منجر به درگیری میشه. حالا این درگیری دامنه از این درگیری چه قواسی خواهد بود؟ آیا ای که طالبان افغانستان هم از این متاثر میشه یا ای که طالبان افغانستان به حمایت از طالبان پاکستانی کدام اقدامی خواهد کرد؟ در این مورد یک ذره قبل از وقت است چیزی قضاوت. بسیار زیاد تشکر جناب آقای یاسر.